سلام، من محمدم. اینم یه قسمت دیگه از برنامه چارچشه. شما دارید برنامه رو از کرک تیوی میبینید، حتما لایک کنید، سابسکرایب بزنید، کامنت بزنید. اگه نظر منفی دارید حتما با ذکر دلیل بگید تا من بتونم اون چیزی که شما میخواین رو واسهتون بسازم و بتونم تولید کنم. یه سلام ویژن دارم خدمت تمام کسایی که نون شبشون وابسته به غلط دیکته‌ایه که من توی دیسکریپشن، توی استوریام یا توی هر جای دیگه‌ای که هست مینویسم. نونشو وابسته به اونه. سلام، من غلط دیکته بیشتری میذارم تا شما هر روز پولدارتر بشید. خب تو قسمت قبلی که لینکش حتما یه جا از همین جا هست بسطون، من راجع به قراردادای مارول، راجع به سریال واندا ویژن، راجع به اتفاقایی که قرار تو MCU بیفته راجع بهش صحبت کردم و بهتون گفتم. توی این قسمت میخوام راجع به محبوب ترین اندروید یا ربات دنیای مارول صحبت کنم، یعنی ویژن ناش. راجع به ایشون میخوام صحبت کنم. ویژن رو توی سریال، توی فیلم ایج آف آلترون دیدیم که چجوری به وجود اومد، اما این کل ماجرا نیست. کل ماجرا از یک جای دیگه شروع میشه، از یک مقداری متفاوته. راجع به قرار داده اگر اون ویدیو رو دیده باشی متوجه میشین که این تفاوت دلیلش چیه و اصلا از کجا آمده. خب پس من پیشنهاد میکنم یک بار اونا رو ببینید وقتی که برمیگردید، اگر ندیدید وقتی که برمیگردید این ویدیو رو ببینید متوجه میشید که این تغییر و این تفاوت توی پیشینه این کاراکتر از کجا آمده و دلیلش چیه. همینطور لازم میدونم که راجع به فیلم جدید واندر وومن یک چند دقیقه صحبت کنم. این فیلم واسه خیلی ناامید کننده بود، ولی خب به هر حال یه فیلمی بود که ساخته شد مثل یه بازی بد فوتبال، که یه کسی که فوتبال دوست داره بازی بد میبینه بعدش حالش چجوریه. منم حالم همون جوریه. ویژن اولین بار توی کمپانی مارول پابلیشینگ تو سال 1940 توسط جو سایمن و جک کربیه فوق‌العاده خارق‌العاده خلق شد. جک کربی خارق‌العاده لقب تنها و بهترین تصویرساز کامیک تو کل تاریخ کامیکه. راجع به جک کربی و استنلی میخوام یه اپیزود جدا درست بکنم، چون واقعا باید خیلی بهشون پرداخت. همینطور راجع به بیلی فینگر و باب کین که توی کمپانی دی سی همین نقش استنلی و جک کربی رو ایفا کردن، راجع به اونا قطعا بعدا صحبت میکنم. ولی تو این قسمت فقط میخوام به این اشاره کنم که جک کربی و جو سایمن یادم میره جو سایمن تصمیم گرفتن که یک رباتی رو وارد داستان‌های قهرمانی بکنن. شاید اون چیزی که همین الان دارید رو تصویر می‌بینید تصویر اولین باریه که ویژن خلق شد، ولی خب هیچ ربطی به ویژنی که ما می‌شناسیم نداره و این یه مقداری به خاطر تغییراتیه که بعداً توی این کاراکتر اعمال کردن. این تغییرات رو استنلی و روی توماس توی 10 سال بعد از اینکه ویژن خلق شد واسه این کاراکتر نوشتن و خلق کردن. این کاراکتر در وهله اول قرار بوده یک ربات ساده باشه، ولی خب استنلی تصمیم گرفته تا روح خیلی بزرگتری به این کاراکتر بده و باعث بشه که اون کاراکتر از حالت یک ربات سرد بدون احساس تبدیل بشه به یکی از کلیدی ترین عناصر اونجرز و کلیدی ترین قهرمانایی که توی داستان‌های اونجرز وجود داشته. حالا جلوتر راجعش صحبت میکنم که چه اتفاقایی افتاده. چیزی که توی کامیک ها نوشته شده بود از 1950، یعنی از زمانی که تغییرات رو استنلی روی کاراکتر اعمال کرد، این چیزیه که الان داریم. ما به قبلش کار نداریم، چون قبلش رو نه دیگه مارول میخواد بهش بپردازه نه هیچی. ولی چیزی که تو کامیکان هست با چیزی که تو فیلم هست یک تفاوت خیلی عجیب غریب داره که دلیلش همون قراردادیه که توی دو قسمت قبل توضیح دادم واسهتون. لینکش باز همینجا هست، میتونید روش کلیک کنین و برید ببینید. خب اون تغییرات چیه؟ اول میپردازم به داستان اوریجین ویژن توی کامیک، تغییراتی که استنلی داده بود. خب چیزی که اولین باری که اصلا جک کربی و روی توم جو سایمن، من اسم اینو یاد نمیگیرم، چیزی که جو سایمن و جک کربی خلق کرده بودن یک ربات بدون احساس بود که تقریبا یک ربات بود، قدرت خارق العاده داشت
میتونست کارهای خارق العاده انجام بده، ولی نه به انعطاف پذیری چیزی که استنلی خلق کرده بود. استنلی اومد به این کاراکتر روح رو اضافه کرد. این روح در قالب یک سنگ جواهر، راجع به اینفینیتی استون صحبت نمیکنه، یک جواهری که نیروش رو از خورشید میگیره، نیروش رو از جریان سیال بین کهکشانی میگیره. به داستانه کمیک خوش اومدید، یه سری چیزا هست که نمیشه توضیح شد، مثل جریان سیال بین کهکشانی که توی سنگ ویژن بود. حالا این اومده تو فیلم ها تغییر کرد و راجبش صحبت بکنم. ویژن اول توی داستان‌های کامیک توسط گلایات یکی از قهرمان‌های مارول خلق میشه، یکی ازی که مثل هنگ پن، مثل تونی استارک، مثل بروس بنر قدرت ویژه‌ای داشته، یعنی ذهن فعالی داشته و میتونسته که کارهای متفاوتی انجام بده. ویژن در وهله اول توی بدن هیومن تورچ خودش رو یعنی میبینه، یعنی تو اون به وجود میاد. توسط کی؟ توسط آلترون. توی فیلم ها ما دیدیم که ویژن همون جارویس، یعنی خدمتکار آنلاین و روباتیک تونی استارک که با سنگ و آلترون ترکیب میشه و تبدیل میشه به یک موجود خاص خارق العاده جدید. ولی توی کامیک ها این اتفاق برعکس داره میفته. آلترون رو ما داریم، تا اینجاش با فیلم یکیه. آلترون میاد به اونجرز میخواد حمله بکنه، ولی خودش قدرتش رو کم میدونه، واسه همین تصمیم میگیره که از بدن هیومن تورچ استفاده کنه و مغز واندر من رو که یکی از کاراکترهای مارول، پیچ رفت به واندر وومن هم نداره، واندر من رو، ذهن اون رو ورداره، بدن هیومن تورچ که خودش اولین ربات دنیای مارول بوده، مثل هیومن تورچ فانتاستیک فور میتونست آتیش بگیره هر وقت که میخواد و با قدرت خیلی زیادی پرواز بکنه، همون قدرت رو داشته، ولی این دو تا کاراکتر جدان و راجبشون زمانی که راجب فانتاستیک فور صحبت کنم راجبش حتما صحبت میکنم. پس توی کامیک ها ویژن از بدن هیومن تورچ ذهن واندرمن به وجود میاد و آلترون رو به وجود میاره، این دوتا رو یکی میکنه و یک موجود جدیدی خلق میکنه. حالا گلایات وظیفه‌اش چیه؟ گلایات کسی بوده که هیومن تورچ رو ساخته، اولین ربات رو. آلترون میره گلایات رو میاره، میذارتش توی یه جا زندانیش میکنه، بدن هیومن تورچ رو میاره، ذهن چیز واندر من را هم میاره. حالا اینکه چجوری باز به دنیای کامیک خوش اومدید، تو اونجا میتونن ذهن رو جابجا بکنن، ذهن رو جابجا بکنه، میذاره و یک رباتی رو خلق میکنه به نام ویژن آف بیتر فیوچر، یعنی چی بهش میگن؟ دیدی به دنیای بهتر، یه همچین چیزی خلق میکنه. اولش وظیفه‌ای که داشته ویژن دقیقاً اون چیزی بوده که توی ایج آف آلترون دیدیم، قرار بوده که خدمتگزار آلترون باشه واسه نابود کردن بشریت. چرا؟ به خاطر اینکه آلترون با تمام داده و حساب کتابه که کرده بوده، دیده بوده که بشریتی که داره زمین رو از بین میبره، پس واسه اینکه بشریت رو نجات بده نیاز داره که خود بشریت رو از بین ببره، واسه همین ویژن رو میسازه. ویژن شاید توی 5-6 شماره اول دشمن، در قالب دشمن بوده، ولی زمانی که میفهمه که آلترون میخواد که تمام هیومانیتی، تمام بشریت رو از بین ببره و کلی آدم بیگناه قراره کشته بشه، برمیگرده خیانت میکنه به آلترون و با آلترون میجنگه. همونطوری که تو فیلم ایج آف آلترون دیدیم، کسی که آلترون رو از بین میبره ویژنه، به خاطر اینکه قدرتش از اون بالاتره و در واقع خالقش رو از بین میبره. خب اینم یه مقداری بحث فلسفیه که چجوری خالقش رو از بین ببره. این تو اساطیر بوده، هزاران هزار بار دیدیم که مخلوق اومده و علیه خداش قیام کرده و میخواسته خداش رو از بین ببره. این شاید چی بهش میگن؟ رشته اصلی تمام اساطیره. خب حالا تفاوت این دوتا اوریجین تو چیه؟ یعنی اوریجینی که تو فیلم دیدیم و اوریجینی که تو سال 1950 توی کامیکا دیدیم. خب توی اوریجین فیلم ما دیدیم که ویژن از جارویس به وجود میاد. بروس بنر تو فیلم اینفینیتی وار میگه که بهترین قسمت‌های جارویس من، یعنی خودش بروس بنر، کاشکی من، بروس بنر، تونی استارک و آلترون توی بدن ویژن هست. ویژن یک رباته که داره با بهترین قسمت‌های این آدم‌ها زندگی می‌کنه و اصلی ترین موضوع و بزرگترین تفاوت ویژن MCU و ویژن کمی توی سنگ وسط پیشونیشه. آره، توی سنگ وسط پیشونی تفاوت
بزرگی هست. این تفاوت کجاست؟ توی کامیک ما یه سنگی داریم که از فضا اومده که سولار انرژی داره، ولی توی فیلم یک سنگی داریم که مایندستونه، خودش روح داره، خودش دانش داره، در واقع دانش تمام هستی توی اون سنگ هست و جزو اینفینیتی استون هاست، جزو سنگایی که تانوس دنبالش هستش. واسه همین این تفاوت باعث شد که خب ما گلایات رو نداشته باشیم، ما هیومن تورچ رو نداشته باشیم. هیومن تورچ اون موقع قراردادش اصلا با فاکس بود، زمانی که اون فیلم ساخته شده بود هنوز خریداری نشده بود و نمیتونستیم به اونا اشاره کنیم. توی فیلم آلترون ویژن رو به وجود میاره، ولی چه جوری؟ از توی یک فلز خیلی مرغوبی که توی داستان‌های MCU تا داستان‌های مارول هست که راجبش حرف می‌زنم، الان حتی اسمش هم نمی‌خوام بیارم چون بسیار گیج کننده میشه واسه کسی که هنوز نمی‌دونه تفاوت اینا رو، خیلی گیج کننده میشه. بعد راجبش میاد، راجب یک فلز خیلی خاص که توی بدن ویژن هست به وجود میاد. ویژن با قدرتی که مایند استون بهش میده میتونه بدن خودش رو از حالت‌های مواد مختلف مثل جامد، مایع، گاز تغییر بده و به اون چیزی که می‌خواد برسونه. با سعی میتونه دیوار رد شه، میتونه پرواز بکنه، میتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه. داره قدرتش رو از توی سنگ میگیره و وقتی که از سنگ نباشه در واقع اون قدرت ها رو نداره. خب پس فهمیدیم که ویژن MCU قدرتش رو از سنگ میگیره، ولی ویژن کامیک از سولار انرژی میگیره. یه مقداری پیچیده است راجع به اینکه بخوایم راجع به اون صحبت کنیم. من دیگه راجع به پیشینه کمیکش صحبت نمیکنم چون میدونم دسترسی به منابع کمیک واسه مخاطبایی که تو ایرانن خیلی سخته. واسه همین میچسبیم به فیلم و چیزی که تا حالا تو فیلم به ما گفته شده. خب دیدید، من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برید ایج آف آلترون رو ببینید، حتما برید اینفینیتی وار رو ببینید. این چیزایی که به ویژن ربط داره، حالا باقی اونجرز هم هست، ولی این چیزایی که راجع به ویژن صحبت میکنه توی فیلم اینفینیتی وار متوجه میشیم که مایند استون داره به ویژن اخطار میده، هشدار میده، میگه اونا دارن میان. حتی ویژن نمیدونه کی، ولی حس میکنه که یه سری دارن میان که همون بلافاصله 5 دقیقه بعدش بهش حمله میکنن. دیدی چه اتفاق افتاد؟ نمیخوام اسپویل کنم، حتما ببینید. نکته های جالبی که راجع به ویژن باید بدونید اینه که کپتن امریکا بهش یاد داده چجوری به جنگه. این تو هم توی فیلم هست هم توی کامیک هست که کپتن امریکا تأثیر زیادی توی این کاراکتر داشته. در واقع یه جورایی منتورش بوده، یه جورایی کسی بوده که اومده بهش گفته که چی کار بکن و چی کار نکن. توی دنیای MCU نقش ویژن رو پول بتنی بازی میکنه، بسیار بازیگر خفنیه، من خیلی دوستش دارم. هر وقت نقش یک موجود عجیب غریب بوده رو پول بتنی بازی کرده و بهتون پیشنهاد میکنم که سریال واندا ویژن رو ببینید. هر وقت که قسمت به قسمت بیاد من راجبش صحبت میکنم چون قراره خیلی اتفاقای خوبی بیفته. خب این از داستان ویژن. نمیخوام راجبش بیشتر از این صحبت بکنم به خاطر اینکه میدونم توی ادامه سریال وقتی که سریال پخش بشه اطلاعات خیلی عجیبتر و دقیقتر راجب پیشینه و سرگذشت این کاراکتر ها میبینیم. خب فیلمایی که ما دیدیم هر کدوم بین هر کدومشون شاید 10 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال فاصله بوده و توی این 1 سال این قهرمانای ما کجا میرفتن، چی کار میکردن نمیدونیم. چیزی که کوین فایگی قول داده بهمون این که ما ببینیم توی سریال هایی که قراره توی MCU ساخته بشه، ببینیم این گپ بین دو تا فیلم ها واسه کاراکترها چه اتفاقی افتاده. مثلا فیلم بلک ویدو که قراره گپ بین سیویل وار رو نشون بده تا فیلم بعدی، یعنی همون اونجرز، نشون بده که ناتاشا توی این مدت کجا بوده. خب خیلی سیاست خفن خوبیه، خیلی به ما طرف داره، داره میگه که اینا دارن زندگی میکنن، درگیر یه سری مسائل روزمره هم شاید بشن، همیشه قرار نیست با آدم فضایی یا آدم های خفن بجنگن. من خودم خیلی مشتاقم ببینم این قهرمانای ما زمانی که نمی جنگن چی کار میکنن. پشت صحنه بهم تذکر دادن که غیر ندم نمیشه، در حال آدم راجبه یه سری چیز حرف میزنن غیرش میگیره. شما رو نمیدونم. من پیش فیلم واندر وومن اومد، راجب پیشینه و اوریجین واندر وومن توی اینستاگرام خودم یه هایلایت گذاشتم، میتونید برید راجب این که این کاراکتر رو کی نوشته، کجا نوشتتش و چه تغییراتی کرده نوشتم، توضیح دادم راجبش. اینقدر این فیلم واندر وومن قسمت 2 بد بود و اذیت کننده بود که من واقعا نتونستم ببینم.
دلیلش واضحه، دلیلش از یه جهتی حق میدم به کمپانی تولید کننده که داره این فیلمی که ما دیدیم رو تولید کرده، از یه طرفی هم خب میتونست استفاده های بهتری بکنه. شاید کلن صحنه هیجان انگیز این فیلم، صحنه اکشن این فیلم شاید واقعا 10% بود، نمیدونم دیدید یا نه. زیاد نکته ای نداشت که بخوام راجبش صحبت کنم یه برنامه بذارم، ولی فقط لازم دونستم که این توضیح رو بدم. توی استوری اینستاگرامم کامل این توضیحات رو دادم راجب واندر وومن، ولی لازمه که بهتون بگم واندر وومن از سال یعنی 3-4 سال پیش، دقیقش باز توی استوریام هست، سفیر صلح سازمان ملل شد، سفیر صلح زنان سازمان ملل شد. شما حساب کنید که مثلا آدم های قبلی که سفیر صلح سازمان ملل، نمادهای قبلی که سفیر صلح سازمان ملل بودن برای زنان، یک کسی مثل مادام ترسا بوده. خب شما حساب کنید واندر وومن که یک کاراکتریه که میتونه شمشیر داره، میکشه، گردن میزنه، تناب داره، میبنده، هزار تا کار میکنه رو میذاریش کنار مادر ترزا. خب اون وقت میخوای ازش فیلم بسازی و توی این فیلم میخوای یارو کار اکشن بکنه، یکی رو بزنه. خب شما فکر کن یه فیلم مثل راجع مادر ترزا که داره با عصای یکی دیگر رو میزنه، خب داری کل کانسپت مادر ترزا رو به هم میریزی. مادر ترزا نمیتونه کسی رو بزنه. همینطور واندر وومن، نمیدونم فیلمو دیدید یا نه، ولی واندر وومن کاملا مراقب خون دماغ کسی نیاد. واندر وومنی که سلاح خداکشه، تو قسمت یک داره بهش لقب سلاح خداکش رو میده. خب زمانی که شما اینو میکنی سفیر صلح سازمان ملل، دیگه نمیتونی سلاح بدی دستش، دیگه نمیتونه شمشیر بگیره دستش. اون اصلا من واقعا موندم، خب چرا این تصمیم گرفته میشه؟ خودم نمیدونم. من واقعا سر تا سر فیلم منتظر بودم که یه اتفاق ویژه‌ای بیفته. اینقدر هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد و واندر وومن داره دیالوگ میگه. صرفا داره دیالوگ میگه. تو اون همه قدرت داری ولی فقط میتونی دیالوگ بگی. چون نمیتونی هیچ کاری بکنی. حتی خود کارگردانش گفته که ما حتی نمیتونستیم بذاریم که گرگردان بازیگر واندر وومن غذا بخوره، چون اگه گوشت میخورد گیاهخوارا ناراحت میشدن، اگه گوشت میخورد یه سری میگفتن شاید داره گوشت حروم میخوره، چون سفیر صلح سازمان ملل، سازمان ملل یعنی کل کره زمین، یعنی یه سری آدما به خوردن گوشت حروم و حلال اعتقاد دارن. پس تو به خاطر اینکه اونو راضی بکنی نمیتونی این کارو بکنی، حتی نمیتونی لباس واندر وومن رو تنش کنی، به خاطر اینکه لباسش داره بدنشو نشون میده، نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه یه روزی جو گرفت دی سی و این کاراکتر رو کرد سفیر صلح سازمان ملل. آخه چرا؟ میدونی مثل این میمونه که یه چاقو سوئیسی واسط بگیرن بگن نمیتونی ازش استفاده بکنی. خب پس چرا چاقو سوئیسی گرفتی؟ خلال لندون میگرفتی، خیلی کاربردی تر بود. شاید اگر دائم بودی نمیدونم، خیلی ناراحتم و امیدوارم که، یعنی واقعا همون چیزی که تو استوریوم گفتم راجع به واندر وومن به نظرم کافیه، بیشتر از این خشممو نمیخوام ابراز کنم. شدت عصبانی هم یه لحظه مثلا کنترل کرد، من داشتم تبدیل به هالک میشدم. ولی خب اشکال نداره، ایشالله فیلمی که زک اسنایدر داره میسازه واندر وومن هم توش هست، انشالله که فیلم خوبی باشه. ولی خبر بدی هم که راجع به اون فیلم هست این که هیچ کدوم از صحنه‌هایی که واندر وومن هستن هستش توش ریشوت نشده و دوباره نگرفتن، با اینکه هنری کویل، بن افلک و ازرا میلر که نقش فلش و بتمن و سوپرمن و همینطور جیسون موموا نقش آکوامن رو داشتن، اینا همشون ریشوت داشتن و دوباره یه سری صحنه‌هاشون رو گرفتن غیر از گل گدات همون واندر وومن. احتمالا اتفاق خوبی بیفته. اینکه این قسمت رو دیدید ازتون تشکر میکنم، ببخشید اگر یه لحظه هیجان زده شدم، ولی خوشحالم که گفتم اینا رو و همین. مرسی که میبینید، سابسکرایب میکنید، لایک میکنید و همینطور خسته نباشید به تمام کسایی که میخوان الان ازم غلط دیکته‌ای بگیرن. منتظر کامنتاتون هستم، خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.